به برنامه 60 دقیقه خوش آمدید. سرخط خبرها. پاسخ منفی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران به 2 سال تلاش گروهی از نمایندگان. چرا طرح ممنوعیت ازدواج کودکان زیر 13 سال پیش نمی رود؟ در ادامه برنامه، وعده رئیس جمهوری ترکیه به دونالد ترامپ درباره سوریه. اردوغان گفته بعد از رفتن آمریکا بساط داعش را جمع می‌کنیم. رئیس مجمع تشخیص مصلحت ایران در بخش مراقبت‌های ویژه، پزشکان می‌گویند که هاشمی شاهرودی در اغماست. و نگرانی از زمین‌گیر شدن دوباره هواپیماهای ایرانی در اروپا. سلام، شبتون خوش. من رنا رحیم‌پور هستم. و من باران عباسی. ازدواج در کودکی نقض حقوق بشر است. جان و سلامت و آینده فرد را به خطر می‌اندازد. ازدواج در کودکی می‌تواند به بارداری در کودکی بیانجامد. بارداری که می‌تواند جان مادر و نوزاد را به خطر بیاندازد. ازدواج در کودکی اغلب با ترک تحصیل همراه است. کودکی که فرصت تحصیل را از دست بدهد در آینده استقلال مالی نخواهد داشت، معضلی که میتواند منجر به باز تولید این چرخه در نسل بعدی شود. به این دلایل است که سازمان ملل ازدواج در کودکی را نقض حقوق بشر میداند و به همین دلایل است که فراکسیون زنان مجلس ایران نزدیک به 2 سال است که تلاش میکنند تا قانونی برای مقابله با ازدواج کودکان وضع کنند. طرحی که به گفته طیبه سیاوشی از نمایندگان مجلس، کمیسیون قضایی مجلس رد کرده. دلایل مخالفان بیشتر مسائل فقهی و شرعی اعلام شده و آنان این طرح را کپی برداری از طرح‌های غربی خواندند. این در حالی است که بعضی مراجع هم با ازدواج کودکان زیر 13 سال مخالفند. پس مشکل کجاست؟ بیشتر در این باره گفتگو می‌کنیم. اول گزارشی از فرین آسمی. پروانه سلحشوری نماینده مجلس ایران میگوید که بعضی از اعضای فراکسیون ولایی که پیش از این حامی ممنوعیت ازدواج کودکان زیر 13 سال بودند به مخالفان این طرح تبدیل شدند. خانم سلحشوری میگوید که به نظر میرسد از یک نهاد خاص به آنها گفته شده که با این طرح مخالفت کنند، اما او نام این نهاد را نگفته. به نظر میرسه که این نهاد خاص تاثیر خودش رو امروز که ما اینجا نشستیم گذاشته، برای اینکه به اصطلاح این رد شده در این مرحله. به 2 بخش میتونیم این نهادها رو ما قابل حدس هستن که تقسیم بکنیم. یک نهاد فقهای سنتی هستن که مخالف این طرح میتونن باشن، به دلیل اینکه مردمی که با این فقهای سنتی در ارتباط هستن از اقشار کم درآمدتر جامعه هستن که مبتلا به این گونه ازدواج های کودک همسری هستند، برای اینکه این در واقع اونا به شکل یک مسئله اقتصادی به این ازدواج کودکان نگاه میکنن. دسته دوم ما میتونیم به نمایندگان مجلسی اشاره بکنیم که اونها هم از مناطق اقشار کم درآمدتر میان، مردمی که قراره به اینها رأی بدن مجدد برای اینکه اینا نماینده مجلس بشن، خواستار این هستن که جلوی این طرح گرفته نشه، برای اینکه در مسئله ازدواج کودک همسری مسئله مهریه و مسئله شیربها که یه مسئله اقتصادی تاثیرگذار هستش. یک فوریت طرح ممنوعیت ازدواج کودکان زیر 13 سال مهر ماه امسال با 151 رأی موافق، 34 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از 209 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسیده بود. این طرح بعد به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رفت و بعد از 3 ماه معطلی رد شد. خود شما جلسه غیر علنی داشتید. پروانه سلحشوری که برای ممنوع کردن ازدواج کودکان تلاش کرده میگوید که این طرح هم مانند موارد دیگر سیاسی شده است. در ماده 1041 قانون مدنی ایران آمده که عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال به اجازه ولی او بستگی دارد، اما به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه هم ممکن است. سازمان ثبت احوال ایران میگوید که در 6 ماه نخست سال 97 29 مورد ازدواج دختران کمتر از 10 سال در ایران به ثبت رسیده. در همین مدت
117 دختر 10 تا 14 ساله ازدواج کردند و 145 مورد ازدواج دختران 15 تا 19 سال ثبت شده. بسیار من دیدم و اشاره شده در این مورد که ما نمیتونیم با افزایش سن ازدواج موافقت کنیم برای که این خلاف عرف سنتی هستش. درسته، قانون از عرف گرفته میشه و عرف رایج رو باید مد نظر قرار بده، منتها گاهی اوقات این قانون هستش که به عنوان یک مرجعی باید هدایت جامعه، هدایت افراد جامعه و تربیت افراد جامعه رو به عهده بگیره. آیت الله ناصر مکارم شیرازی، یکی از مراجع تقلید شیعیان، دو سال پیش گفته بود که ازدواج دختران زیر 13 سال باطل است و تا زمانی که دختر به حد عقل نرسد ازدواج او مجاز نیست. با وجود این موافقت‌هایی هم با ازدواج کودکان زیر 13 سال وجود دارد. مینو اصلانی، رئیس بسیج جامعه زنان، درباره اصلاح شرط سنی برای ازدواج گفته بود که افرادی که به دنبال اصلاح سن ازدواج هستند به جنگ با خدا رفتند. نمایندگان محترم نظرشون اعلام بفرمایند. با اینکه طرح ممنوعیت ازدواج کودکان در مجلس رد شده، طیبه سیاوشی نماینده مجلس به خبرگزاری ایلنا گفته که نمایندگان حامی این طرح همچنان پیگیری آن را ادامه خواهند داد. فرین عاصمی، بی بی سی. صدیقه وسمقی، اسلام پژوه و استاد فقه و حقوق اسلامی از تهران با ماست. خانم وسمقی، تضادی وجود داره بین نظرات علما، همونطور که اشاره شد آقای مکارم شیرازی معتقده که مجاز نباید باشه ازدواج زیر 13 سال، اما میبینیم که امروز به گفته بعضی از نمایندگان مجلس نهادی خاص اعمال نفوذ میکنه و اجازه نمیده که این طرح ممنوعیت رأی بیاره. علت این تضاد در نظرات فقهی چیه؟ با عرض سلام خدمت بینندگان محترم، ببینید من فکر میکنم که ما اساساً در ارتباط با قانونگذاری الان در ایران بر پایه فقه یک چالش و معضل بسیار مهم در همه موضوعات داریم. این منحصر به این مسئله سن ازدواج نیست و خب در اینجا هم متاسفانه شاهد این معضل و چالش هستیم. من فکر میکنم که این به یک بدفهمی و برداشت بسیار نادرست از مسائل شرعی و موضوعات شرعی برمیگرده. خیلی ها گمان میکنن که موضوع ازدواج، سن ازدواج یا سن بلوغ یک موضوع شرعیه که نیازمند اون هست که فقها در اون دخالت کنن، در حالی که اگر ما دقیق تر به مسئله نگاه کنیم، اساساً موضوع سن بلوغ یا سن ازدواج اصلاً موضوع شرعی نیست که فقها بتونن در اون دخالت کنن. به همین دلیل هم هستش که ما اختلاف در میون اونها میبینیم. چون اگر شریعت در این باره یک اظهار نظر صریح و دقیقی داشت، دیگه اختلافی ما نمیدیدیم. افرادی که در این باره اظهار نظر می کنن در واقع بر اساس برداشت شخصی خودشون از شرع و دین دارن اظهار نظر می کنن. ازدواج یه تکلیف نیست، یه تکلیف شرعی نیستش که ما برای اون بتونیم یک سن شرعی تعیین بکنیم. ازدواج یک مسئله هم به طبیعت برمی گرده، یک موضوع اجتماعی است با پیامدهای گسترده اجتماعی، اقتصادی و مانند اون، که اصلا در این باره من گمان نمی کنم نیازی باشه که ما پای فقه و دین رو وسط بکشیم. به علاوه پیامدهای این موضوع رو ما نگاه بکنیم در طول 4 دهه گذشته که واقعا قوانین اشتباهی در این زمینه داشتیم. خب این پیامدها رو این آقایون فقها میخوان به پای اسلام بنویسند. آیا اسلام گفته که شما قانونی وضع بکنید و جامعه رو درگیر این همه فاجعه بکنید؟ دختران خردسالی که هنوز نمیتونن برای زندگی خودشون تصمیم بگیرن، با تصمیم اشتباه قانونگذاران دچار این همه معضلات و مشکلات در جامعه بشن و اون وقت شما بگید اسلام این فجایع رو آفریده؟ دیگه هنگام اون رسیده که شما متوجه بشید که این برداشت‌های غلط شماست که به پای اسلام نوشته میشه و برای این کودکان فاجعه می آفرینه. من فکر میکنم اگر
این افراد به واقعیت‌های اجتماعی توجه بکنن، به پیامدهای قوانینی که وضع می‌کنن توجه بکنن، واقعاً تجدید نظر خواهند کرد. متأسفانه به پیامدها توجه نمی‌کنن. ببینید، ما اگر حتی قانونی رو قانون شرعی بدونیم، وقتی اون رو جایگزین قانون عرفی می‌کنیم، قانون عرفی باید پیامدهای مناسب داشته باشه. بله. باید منجر به عدالت بشه، باید رضایتمندی رو جلب بکنه، باید حقوق انسان‌ها رو تأمین بکنه. وقتی که یک قانونی چنین پیامدهایی نداره، بلکه برعکس دارای پیامدهای منفی و فاجعه بار هست، ما اولا باید بفهمیم که در درک و فهممون از قانون شریعت اشتباه میکنیم، و بعد باید در ثانی باید بدونیم که این قانون نمیتونه امروز کارآمد باشه. خانم وسمقی، میفرمایید که شرع نباید در این موضوع ورود بکنه، و که به هر حال شرع در بسیاری مسائلی که قانون راجبش وجود داره ورود میکنه. ضمن اینکه به هر حال سن تکلیف دختران 9 سال اعلام شده و میبینیم که هستن امروز کسانی که میگن که اصلا قانون گذاشتن برای سن ازدواج جنگیدن با خداست. اینا بدفهمیه. ببینید، بدفهمی از اسلام و شریعت. کجای دین و شریعت برای ازدواج سن تعیین کرده؟ اساساً ازدواج کردن که یک تکلیف شرعی نیست، این یک مسئله عرفی اجتماعی است. انسان‌ها خودشون بنابر نیازهای طبیعیشون، نیازهای غریزیشون، هر وقت که آمادگی ازدواج داشته باشن ازدواج میکنن. اگر خب البته این موضعی که شما میگیرین خیلی متفاوت نیست با موضعی که بعضی از علما میگیرن. اونها هم معتقدن که بهتر قانون سنی تعیین نکنه و هر کسی بر اساس صلاح دید خودش و نیازهای شخصیش و خانواده‌اش ازدواج بکنه. نه، من با این به طور کلی عرضم این نیست. من موافقم که یه حد اقل سن تعیین بشه، چرا که معتقدم اساساً سن ازدواج، سن بلوغ، سن مسئولیت کیفری و همه اینها مسائل شرعی نیست که فقها در اون دخالت کنن، بلکه کارشناسان باید در اون مداخله کنن با توجه به نیازهای اجتماعی، به شرایط اجتماعی. اونها باید قانون گذاری در این امور بکنن و فکر میکنم که من خودم عقیده دارم حداقل سن ازدواج 18 سال باید باشه. متشکرم. صدیقه وسمقی، اسلام پژوه و استاد فقه و حقوق اسلامی از تهران با ما. حامد فرمند، فعال حقوق کودک از ویرجینیا با ما. آقای فرمند، قوانین توضیحات زیادی سازمان ملل داده، اما آماری رو که ارائه میدن نگاه میکنین، مسئله ازدواج در کودکی مسئله فراگیریه. فقط هم مختص ایران نیست، هند این مشکل رو داره، نپال این مشکل داره. چرا سازمان ملل اعمال فشار نمیکنه بر کشورها برای قانونگذاری علیه ازدواج در کودکی؟ ببینید، ابزارهای سازمان ملل و سازمانهای بین‌المللی حقوق بشری ابزارهای محدودی است، اما یک مشکل دیگه‌ای که وجود داره این هستش که همونجور که در گزارشتون هم اشاره شد، بجز بحث اقتصادی که خب نقش خیلی پررنگی بازی می‌کنه در موضوع ازدواج کودکان، مسائل فرهنگی همین وسط نقش ایفا می‌کنند که بعد خودشون رو در قوانین شرعی یا در اون چیزی که به عنوان فرهنگ و قوانین داخلی کشورها مطرح میشه خودشون رو نشون میدن. اون چیزی که در به عنوان مثال پیمان‌نامه حقوق کودک مطرح میشه و برای اینکه بتونه یک جنبه‌های عمومی‌تری از حفظ حقوق کودکان رو رعایت بکنه، دست کشورها رو باز میگذاره، از جمله در مورد ایران مشخصا، که اونها پیمان‌نامه رو امضا بکنن اما به قوانین داخلی خودشون، حالا در مورد ایران بحث قوانین شرعی هست و فرهنگشون، احترام بگذارن و متناسب با اون عمل بکنن. بنابراین نه تنها ابزارهاش به طور کلی محدود هست و ضمن اینکه در اجرا هم خودش رو منطبق کرده، یک
انعطاف پذیری نشون داده در رابطه با اینجور قوانین که عملا میبینیم فقط بحث ازدواج کودکان نیست، در موارد دیگه ای هم بحث حقوق کودکان در مورد مشخصا ایران نقض میشه. فکر میکنید علت اینکه جامعه مدنی در رابطه با این موضوع اونقدر حساسیت نشون نمیده چیه؟ من یک قدم برگردم عقب، یه مقدمه کوتاهی بگم. من جز اون دست فعالان حقوق کودکی هستم که اساسا اون اتفاقی که افتاد، یعنی اون قانونی رو که این دوستان تلاش کردن در مجلس به تصویب برسونن رو، خیلی خوشبین بهش نبود. و الان هم سوالم از این افراد، از جمله خانم صلاح شورین هستش، که چرا اون قوانین موجود رو پیگیری نمی کنن؟ اون لایحه موجود به عنوان مثال، با لایحه حقوق کودک که خیلی بخش های مختلفی از نقض حقوق کودک رو که مشکل شرعی نداره، مشکل در حوزه های مختلف تضادی رو با منافع اون بخش های از حاکمیت ظاهرا نداره، چرا اون رو پیگیری نمی کنند؟ این به نظرم یک فضای، نمی بینم که خوشبین نیستم که اینها صرفا به دلیل حقوق کودک دارن دنبال این موضوع میرن. خب بخشی از جامعه مدنی داره تلاشش رو میکنه. اون چیزی که به نظر به عقیده من کمک میکنه قوانین صرفا نیستن. ما اگر قانون مناسبی هم داشته باشیم، افراد وقتی اون به اون درجه نرسیده باشن، هم از لحاظ حوزه های مختلف، نقش های مختلف، بحث فرهنگ، بحث جامعه مرد سالار و بحث اقتصادی، اینها نقش های اینها رو اگر ما نادیده بگیریم، قوانین نمیتونن لزوما کمک کننده باشن. پس ما به یه مقدار اگر خود افراد به این نقطه برسند که این با ازدواج کودک دارن حقوقش رو نقض میکنن، احتمال این که خودشون انجامش ندن حتی اگر قانونی هم باشه خیلی بالاتر هست و نگاه منفی داشته باشن به این موضوع. اون چیزی که ما کمبود داریم به عقیده من این هستش که هنوز تعریف کودکی و هنوز حقوق کودکی به درستی شناسایی نشده و ما به درستی نمیبینیم. تو ادبیات افراد مختلف شما اگر نگاه بکنید، در مقابله با این موضوع، در مقابل با بحث اعدام کودک و کودک مجرم، در موضوعات مختلفی که به نقض حقوق کودک می انجامه، ما خیلی وقت فقط قانونگذار ما نیست که موضوع بلوغ و کودکی رو با هم اشتباه میگیره. در جامعه هم این موضوع هست و من این رو بحث آموزش و بحث فرهنگ عمومی میدونم که هنوز ما تعریف کودکی رو به درستی نشناختیم و هنوز نتونستیم متوجه این موضوع باشیم که کودک با بالغ شدن، کودکی از کودکی خارج نمیشه و به بزرگ سالی میره، همچنان مراقبت های قانونی است، گرچه که یک سری بود به سن نوجوانی یک سری مسئولیت هایی رو هم میتونه به پذیره بخواهد. متشکرم. حامد فرمند، فعال حقوق کودک، عذرخواهی میکنم که کیفیت ارتباطمون چند جایی مشکل داشت. 60 دقیقه را با چند خبر کوتاه ادامه میدیم. اسرائیل انتخابات سراسری زود هنگام برگزار میکند. پس از جلسه ای بین اعضای ائتلاف حاکم، سخنگوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این خبر را در حساب توییتری خود منتشر کرد. قرار است انتخابات در ابتدای ماه آوریل، کمتر از 4 ماه دیگر، برگزار شود. بنیامین نتانیاهو برای 4مین دوره نخست وزیر اسرائیل است، اما ائتلاف به رهبری او در حال حاضر در پارلمان تنها با 1 کرسی اکثریتی شکننده دارد. عباس عدالت، استاد ریاضی و علوم کامپیوتری دانشگاه امپریال کالج لندن که در جریان سفرش به تهران بازداشت شده بود، آزاد شد. وزارت خارجه بریتانیا تایید کرده که آقای عدالت پس از 8 ماه حبس در تهران حالا به بریتانیا برگشته. او یکی از 2 تابعیتی‌ها بود که در سالهای اخیر در ایران زندانی شدند. آقای عدالت شهروند بریتانیا ایرانی، یکی از مخالفان تحریم و حمله نظامی به ایران است و بارها در سخنرانی‌ها و رسانه‌های بریتانیایی در این باره صحبت کرده. گروهی از خانواده‌های کارگران بازداشت شده گروه ملی فولاد اهواز در اعتراض به ادامه بازداشت آنها مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. کارگران فولاد اهواز در ماه‌های گذشته در اعتراض به وضعیت کاریشان و حقوق‌های عقب افتاده بارها تظاهرات کردند. هفته گذشته اعلام شد که بیش از 20 کارگر معترض فولاد اهواز در بازداشت هستند. نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید تلاش‌هایشان برای آزادی
کارگران ادامه دارد. استانکو پوکلپوویچ، سرمربی سابق تیم ملی ایران و باشگاه پرسپولیس، در 81 سالگی درگذشت. آقای استانکو در سال 1994 برای مدتی کوتاه هدایت تیم ملی ایران را بر عهده داشت. اما این مربی کروات بیشتر با موفقیت‌هایش در پرسپولیس در یادها مانده. او به همراه سرخپوشان تهران دو بار در سال‌های 1374 و 75 قهرمان لیگ ایران شد. استانکو سابقه هدایت سپاهان را هم در کارنامه‌اش داشت. حمله افراد مسلح به دو ساختمان دولتی در مرکز کابل 25 کشته و 20 زخمی به جا گذاشته. حمله با 5 انفجار در نزدیکی ساختمان وزارت فواید عامه آغاز شد و بعد گروهی از مردان مسلح وارد ساختمان این وزارتخانه و یک ساختمان دیگر شدند. تیراندازی میان مهاجمان و ماموران امنیتی در این دو ساختمان ساعت‌ها ادامه داشت. هر 4 مهاجم کشته شدند. خلیل نوری از کابل گزارش می‌دهد. ساختمان در آتش و صدای گلوله‌هایی که قطع نمی‌شود. مهاجم انتحاری موتر مملو از مواد انفجاریش را اینجا در نزدیکی وزارت فواید عامه در کابل منفجر کرد و راه را برای سایر مهاجمان گشود. بسیار یک صدای خطرناک انفجار شد. از این انفجار ترسیدیم، از این سایه خود کشیدیم. بسیار زیاد مردم پریشان شد. گریز زن و مرد کلش پیاده روان بود این طرف. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که چند مهاجم در ساختمان این وزارت و همسایگی آن اداره امور شهدا و ملان موضع گرفتند. ساحه معاصر است و رفت و آمد افراد عادی هم ممنوع. این ساختمان ها در یک محله مسکونی واقعند. شاهدان صدای وقوع چند انفجار را شنیدند که ظاهرا ناشی از پرتاب بمب دستی بوده است. داشتم از آنجا میگذشتم که یک ماشین رسید. نمیدانم راکت بود یا انتحاری. انفجار شدیدی شد و من دیگه چیزی نفهمیدم. پلیس میگوید صدها نفر را که در ساختمان گیر مانده بودند نجات دادند. هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفتند. خلیل نوری، بی بی سی، کابل. در حالی که فشار آمریکا بر اروپایی‌ها برای لغو پروازهای برخی خطوط هواپیمایی ایران به پایتخت‌های اروپایی ادامه دارد، گزارش‌های درباره عدم ارائه سوخت به هواپیماهای ایرانی در بعضی فرودگاه‌های اروپا منتشر شده. پیشتر هم گزارش‌هایی از مشکلات هواپیماهای مسافربری ایرانی برای دریافت سوخت در ترکیه منتشر شده بود. آیا وضعیت پرواز شرکت‌های ایرانی به اروپا درباره دوباره به شرایط پیش از توافق هسته‌ای برمی‌گردد؟ جزئیات بیشتر در گزارش مجید افشار. تصور ما از پرواز به یک مقصد اروپایی احتمالاً چیزی شبیه این تبلیغ پرواز ایران ایر به فرانکفورت است. زیبا و رویایی. اما حتی فکر این که در بازگشت ساعتها به چنین روزی بیفتیم دلهره آور است. تحریم‌های دولت آمریکا بر برخی خطوط هوایی ایران و تعدادی هواپیما دوباره پروازهای خارجی ایران را با مشکل مواجه کرده. شرایطی مشابه آنچه پیش از توافق هسته‌ای با ایران در جریان بود. انتظار می‌رفت با متحد ماندن اروپایی‌ها به برجام، پرواز هواپیماهای ایرانی از پایتخت‌های اروپایی بدون مشکل انجام شود. اما ظاهراً سنبه آمریکا پرزور بوده. اول گزارش‌هایی از لغو پروازهای هواپیمایی ماهان ایر به آلمان منتشر شد و حالا گزارش‌هایی از عدم سوخت‌رسانی به هواپیماهای ایران در بعضی فرودگاه‌های اروپا. پرواز ما طبق برنامه قرار بود ساعت 13:15 روز جمعه 21 دسامبر از فرودگاه هامبورگ به سمت تهران انجام بشه. از زمانی که ما وارد هواپیما شدیم تا شروع پرواز حدود 4 ساعت طول کشید و طبق گفته خلبان مسئله اصلی اضافه بار بودش که با مذاکراتی که ایشون داشتن و می‌خواستن مطمئن بشن که هیچ چمدونی از مسافرین جا نمیمونه، راه حلی که پیدا شد این بودش که ما قبل از سوختگیری مجدد توی فرودگاه بلگراد هلوهوش 45 دقیقه یک ساعت توی آسمون بلگراد هواپیما پرواز اضافی انجام بده که سوختش به حدی کاهش پیدا بکنه که وزن هواپیما استاندارد بشه و اجازه فرود و پرواز مجدد داشته باشه. ایشون به مسافرین گفتن که باعث اصلی این مسئله تحریم سوختی و عدم صدور مجوز سوختگیری از طرف فرودگاه آلمان برای هواپیماهای ایرانی هستش و پرواز ما به جای 6 ساعت و نیم حدود 13 ساعت طول کشید. روز جمعه روزنامه بیلد در گزارشی اعلام کرد دولت آلمان تصمیم گرفته در سال جدید میلادی تمامی پروازهای هواپیمایی ماهان را از تهران به دوسلدورف و تهران به مونیخ متوقف کند.
اما مسئولان ایرانی میگویند چنین چیزی به آنها اطلاع داده نشده. مطلبی که تو فضای مجازی برای شرکت هواپیمایی ماهان برای پروازش به آلمان گفته شده، من این خبر رو تایید نمی کنم. علتش هم اینه که گزارشی مبنی بر تصمیمی در رتبه آلمان ها نداریم و بیشتر شبیه یه سری روزنامه های زرده که مطالب این چنینی رو تکرار میکنن. بلا تکلیفی و عدم اطلاع رسانی، صدها مسافر این خط هوایی را که بلیط خریدند و در انتظار پرواز در هفته های آینده هستند سردرگم کرده. در حالی که مسئولان ایرانی در هفته های اخیر چندین بار گزارش ها درباره عدم سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی را تکذیب کردند، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری امروز این خبر را تایید کرد. او گفت اکثر کشورهای اروپایی از ارائه سوخت به هواپیماهای ایرانی امتناع می کنند. به گفته او هدف آمریکا این است که پروازهای خارجی شرکت‌های هواپیمایی ایران قطع شود. ایران امیدوار بود که با توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها ناوگان هوایی خود را نوسازی کند، اما خروج آمریکا از برجام مانع شد. تهران به پشتگرمی اروپا در این توافق ماند، اما هواپیمایی‌های اروپایی مثل بریتیش ایرویز، ایر فرانس و KLM نماندند. حالا باید امیدوار بود که اروپایی‌ها حداقل به هواپیماهای ایرانی سوخت برسانند. مجید افشار، BBC. پنتاگون میگوید دستور خروج نیروهای آمریکایی از سوریه امضا شده. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی جدید گفته دیشب با همتای ترکش تلفنی صحبت کرده. آقای ترامپ گفته رجب طیب اردوغان به او اطمینان داده که باقی مانده اعضای داعش در سوریه را از بین خواهد برد. بعد از این گفتگوی تلفنی آقای ترامپ در توییتی دیگر گفته بود خروج نیروهای آمریکایی از سوریه تدریجی خواهد بود. اما خروج آمریکا موازنه قدرت در سوریه و در منطقه را چگونه عوض می‌کند و نقش ایران در این میان چه خواهد بود؟ برای صحبت بیشتر در این باره احسان سلطانی پژوهشگر مطالعات خاورمیانه در دانشگاه ونیز از شهر بولزانو با ماست و مهدی جلالی تهرانی کارشناس امنیت بین‌الملل و مطالعات خاورمیانه از واشنگتن. آقای جلالی تهرانی، بعضی گفتن که این تصمیم آقای ترامپ برای خروج سربازان آمریکایی از سوریه هدیه بزرگی برای ایران و روسیه به شمار میره. نظر شما چیه؟ و همینطور هدیه بزرگی برای رجب طیب اردوغان، یعنی در واقع از هر سه نفر ابراز خوشحالی از این بابت کردن. همین کفایت میکنه که ما بدونیم که این هدیه بزرگی هست. دلیلش هم این هست که در واقع مسئله بازدارندگی، سیاست بازدارندگی یا دترنس به نوعی یک خلأ ایجاد میکنه، چون به هر حال این نیروها وقتی که آمریکا نباشه دسترسی دارن که هر کاری دلشون بخواد بکنن، هم روسیه هم ترکیه و هم ایران. آقای ترامپ خیلی شاید اینطور که حداقل بیان کرده این امیدواری رو داره که از دعوای این سه تا کشور با هم مثلا نتایجی گرفته بشه، ولی گمان نمی‌کنم که این دعوا بشه ازش نتیجه خاصی گرفت و هرج و مرج در خاورمیانه احتمالاً بیشتر خواهد شد و احتمال خطر برای کردها به خصوص در رژاوا بسیار بالا خواهد رفت. آقای سلطانی، شما چی فکر میکنید؟ چرا آقای ترامپ در چنین وضعی، در چنین زمانی چنین تصمیمی گرفته؟ من فکر میکنم چند تا فرضیه مطرح هست اینجا. اینکه بالاخره میتونه یک سری مذاکراتی رو با ترکیه انجام داده باشه از قبل. اگر نگاه بکنید از سه ماه قبل در منبج یک سری گشت های مشترکی بین نیروهای آمریکایی و نیروهای ترک انجام شد. نیروهای ترک وارد شهر منبج شده بودن، اونجا گشت هایی رو انجام میدادن. یکی از شروط اصلی ترک ها برای ورود به منبج، برای عدم حمله به منبج و اینکه با آمریکایی ها گشت مشترک داشته باشن، این بود که نیروهای کرد رو در شهر نبینن و کردها در گشت زنی و هیچ گونه استوازیسی در منبج نداشته باشن. یعنی یک روندی بود که از حدود 4 ماه قبل آغاز شده بود. اما متاسفانه همونطور که ورود آمریکا به عرصه نظامی سوریه یک ورود بالاخره بدون اجازه، بدون قطعنامه های شورای امنیت، بدون اجازه دولت قانونی سوریه وارد این کشور شد و به هرج و مرج دامن زد، الان خروجش هم در راستای بالاخره همون حضور ناامن کننده و بالاخره
یک حضوری بود که هیچ نفعی برای هیچ کدوم از طرفین و بازیگران منطقه‌ای نداشت. آمریکا متاسفانه در تمام کشورهایی که وارد شد، شما نگاه بکنید افغانستان چه زمانی که وارد شد، چه زمانی که خارج شد و دوباره وارد شد، و همینطور در عراق همیشه حضورش به صورتی بود که باعث هرج و مرج شد. الان هم تا جایی که وارد شد کردها رو حمایت کرد. در بعضی از مناطق بالاخره کردها به عنوان پیاده نظام آمریکا وارد میدان شدن، یک سری موفقیت‌ها و توفیق‌ها رو در میدان داشتن، ولی الان که آمریکا داره خارج میشه، کردها دارن عقب نشینی میکنن و داعش یک سری مثلا الان در 3 منطقه کردها عقب نشینی کردن، از الکشمه، شفا و مناطقی از حجین اینها عقب نشینی کردن و هسته‌های داعش دوباره، هسته‌های خفته داعش موفق شده که یک سری از مناطق رو بگیره، و خروج آمریکا از منطقه اینطور نیست که به نفع ایران یا متحدان ایران در منطقه باشه، اینکه به هرج و مرج بیشتر دامن میزنه و یک خلایی که ایجاد شده باید دید که ایران و متحدانش چطور میخوان این خلا رو پر بکنه. آقای جلیلی تهرانی، آقای سلطانی میگن که حضور نیروهای آمریکایی به نفع هیچ کس نبوده و خروجشون هم به نفع ایران هم نخواهد بود. من شگفت زده شدم، چون گفتن که ورود آمریکا در اینجا باعث هرج و مرج شده، خروجش هم باعث هرج و مرج میشه، بعد میگن که کردها مقداری از مواضع خودشون رو نسبت به داعش از دست دادن، حالا الان دوباره باز بیشتر از دست میدن، پس نتیجه چه خواهد شد؟ ببینید، ما در مورد حضور آمریکا در منطقه به جهت اینکه از دوران آقای اوباما شکل گرفت و بی‌اعتنایی شخص آقای اوباما به وضعیت سوریه بود، اون روند ادامه پیدا کرده و متاسفانه آقای ترامپ هم همون وضعیت رو پیش میبره، همون نگاه رو پیش میبره، یعنی برای آمریکا خیلی اهمیتی نداره که چه بر سر خاورمیانه بیاد. این تضادها خب طبعا وضعیت امروز خاورمیانه رو باعث میشه. فراموش نکنید بزرگترین فاجعه بشری و کشته شدن 500,000 انسان در سوریه به خاطر همین سیاست‌های غلط بود و جنایت‌هایی که نظام جمهوری اسلامی با نام ما ایرانی‌ها در اونجا انجام داد. الان تنها راهی که برای اونجا وجود داره این هستش که شر نظام جمهوری اسلامی، یعنی نیروهایی که جمهوری اسلامی در منطقه گسترده، برطرف بشه، برگردن به داخل، و از طرف دیگه هم روسیه و هم آقای اردوغان هم دارن زیاده طلبی ها و سلطه طلبی خودشون رو به منطقه‌ای به خصوص پیش میبرن به نام رژاوا، که در رژاوا ما الان با یک نوع جامعه جدید روبرو هستیم، یعنی کردها تونستن در کنار دروزی ها، در کنار عرب ها، در کنار انواع ملیت هایی که اونجا هستن به نوعی نظم جدیدی رو سامان بدن، کانتون ها رو سامان بدن و زندگی جدید رو داشته باشن که اعضای اون منطقه، کسانی که در فدراسیون شمال سوریه زندگی میکنن، از زندگی خودشون راضی هستن. فقط توسط اردوغان و آقای پوتین و جمهوری اسلامی اینها همش در حال جنگ هستن. حمایتی که آمریکا در گذشته از کردها کرد حمایت مهمی نبود، در واقع از کردها استفاده کردش برای اینکه داعش رو به عقب برونه، و حق دارم کردهای شمال سوریه که الان بگن که آمریکا بهشون خیانت کرده. اونها تقاضا دارن که حداقل رژیم پرواز ممنوع به وجود بیاد، ولی چون این چیزی هم طبعا نخواهد بود، به خاطر اینکه ترکیه برای به بهانه حمله به داعش مسلما در اونجا پرواز خواهد کرد. آقای سلطانی، این که مقام های ایرانی از خروج نیروهای آمریکایی استقبال کردن و اون رو پیروزی بزرگی دونستن، آیا به این معنا نیست که این نیروها داشتن نقش بزرگی رو اونجا ایفا می‌کردن؟ البته من موافق با این سوال شما نیستم، چون آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز اظهار نظر کرد، گفت یعنی ابراز خوشحالی نکردن، گفتن که دلیل حضور امریکا در سوریه هیچ وقت مشخص نبود و ما از علل خروجش هم مطلع نیستیم و فعلا نمیتونیم اظهار نظر بکنیم. هیچ کدوم از مقامات ایران دست کم تا جایی که من میدونم ابراز خوشحالی نکردن. البته الان ایران مسئولیت سنگین تری در سوریه خواهد داشت، کما اینکه همونطور که عرض کردم کردها دارن از یک سری مناطق عقب نشینی میکنن و این عقب نشینی اگر نیروهای آمریکا به صورت
کامل خارج بشن ادامه خواهد داشت و اگر عملیات شرق فرات آغاز بشه به صورت مشخص کردها اعلام کردن که به مرز ترکیه خواهند رفت، در اونجا مستقر خواهند شد و خسته های خفته داعش دوباره قدرت خواهد پیدا کرد تا خودشون رو بازیابی بکنن، بازسازی بکنن و یک سری از مناطق رو بگیرن. و نقشی که عرض میکنم چون آمریکا بدون هماهنگی با بازیگران سوریه، اصلی سوریه، ایران، روسیه و دولت مرکزی سوریه، دولت قانونی سوریه وارد اونجا شده بود و بدون هماهنگی داره خارج میشه، میتونه تبعات سنگینی داشته باشه. اجازه بدید فقط در چند جمله به آقای به مهمان محترم برنامه‌تون در خصوص کردها عرض بکنم. کردها در اتحاد با در تعامل راهبردی که با آمریکا داشتن خودشون داره یک تضاد، نمیتونن، یعنی کرد آمریکا به کردها خیانت نکرد، به نظر من کردها خودشون به خودشون خیانت کردن متاسفانه. چون شما نمیتونید پرچم‌هایی رو در به عنوان نمادتون، به عنوان نماد تفکرتون هم بکنید، پرچم‌های آپایی، پرچم‌های تفکر قندیل رو هم بکنید که تفکر چپ و تفکر قندیل رو داره و به عنوان پیاده نظام امریکا در منطقه حضور پیدا بکنید و الان از امریکا توقع داشته باشید، یعنی سیاست‌های ضد امپریالیستی داشته باشید، سیاست‌های ضد آمریکایی داشته باشید. اساس تفکر قندیل تفکر ضد آمریکایی است، تفکر ضد غربی است. شما نمیتونید با تفکر چپ پیاده نظام آمریکا بشید و از آمریکا، حالا که آمریکا داره خارج میشه، بگید آمریکا با ما خیانت کرده. به نظرم خب اجازه بدید که صحبت آقای جلیلی تهرانی رو هم بشنویم، بفهمید. بله، ببینید قبل از هر چیزی ایشون میگن که بازیگران اصلی که روسیه و ترکیه و ایران هستن، به چه دلیل؟ خاطر اینکه در مثلا همسایگی به سر میبرند یا نزدیکی به سر میبرند. و بعد میگن که دولت قانونی سوریه، خب این حرفایی که جمهوری اسلامی داره میزنه با روسیه، اگر از این دیدگاه دارن صحبت میکنن، بله دولت قانونی که میلیون ها انسان رو آواره میکنه، 500 هزار نفر رو میکشه، حمله شیمیایی میکنه، مردم خودش رو میکشه، تصاویرش رو دیدیم، این دولت قانونیه بر مبنای چه قانونی؟ قوانین سازمان ملل الان برای ما اهمیت پیدا میکنه یا اینکه جایی هیچ کشوری مثلا این دولت رو غیر قانونی اعلام نکرده باشه؟ ما قانونی بودن رو بر چه مبنا میبینیم؟ انسانی داریم نگاه میکنیم؟ یک ذره شرف و انسانیت رو اگر جلومون بذاریم، آیا با همین قضاوت باید به موضوع نگاه بکنیم؟ یعنی قوانین بین المللی رو؟ خب به این ترتیب هیتلر هم قاعدتا دولت قانونی داشت، به این ترتیب در رواندان بین هوتسیا و توتسیا اگر بخوام که روی همین موضوع ولی تمرکز کنیم. آقای جلیلی تهرانی، صحبت آقای سلطانی اینه که کردها به خاطر اینکه با آمریکا همراه شدن از اول اشتباه کردن. خب ببینید، نه، میگن که کردها چپ هستن و نگاه چپ دارن، اتفاقا این معنایی نداره، به جهت اینکه آمریکا و آقای ترامپ که داره به صورت بیزنسی نگاه میکنه، تجاری نگاه میکنه. اگر کردها چپ هستن، افکارشون چپه، قبول، من شخصا یک آدم مخالف چپ ها هستم، من یک لیبرال راستگرا هستم، ولی در منافع آمریکا چه ضرری ایجاد میشد در حمایت از اونها؟ آیا اونها هیچ گونه سیاست خارجی دارن؟ مثلا در کانتون ها، در روژاوا شما سیاست خارجی میبینید که چپ باشه و ضد آمریکایی باشه؟ یا مثلا آمریکا اینقدر بچه است که فقط مثلا با یه سری احساسات و افکاری که مثلا ممکنه چپ ها اونجا داشته باشن مشکل پیدا بکنه فقط به همین خاطر؟ چون وقتی زیادی نداریم، اجازه بدید که موضوع رو به ایران برگردونیم. با ایران شروع کردیم و با ایران هم تموم کنیم. الان اگر که این نیروها خارج بشن از شمال سوریه، فکر میکنید که آقای جلیلی تهرانی این خلایی که اونجا ایجاد میشه جاش رو چه کسی خواهد گرفت؟ به خاطر اینکه خیلی از کارشناسان میگفتن که این نیروها حائلی بودن، به صورت مانعی داشتن عمل میکردن در مقابل پیشروی ایران و افزایش کنترلش از بغداد تا بیروت. همینطور هستش، یعنی در واقع اون بازدارندگی روی زمین از بین رفته. بعضیا میگن که اینکه ناوگان آمریکا وارد خلیج فارس شد مجدداً، اون جنبه بازدارندگی رو برای جمهوری اسلامی خواهد داشت. آقای سلطانی، شما چی فکر می‌کنید؟ یک اشاره کوتاه کنم. آقای جلیلی تهرانی دارن شیپور رو از سر گشادش میزنن، چون ما حرفمون این هست که کردها چرا رفتن با تفکر چپ آمریکا
به یک تعامل راهبردی رسیدن، نه اینکه آمریکا چرا. خب آمریکا که مشخص، آمریکا آقای جیمز جفری نماینده ویژه همینی که برکنار شد استعفا داد، البته جیمز ماتیس نه معذرت میخوام، جیمز جفری نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه اعلام کرد که عرض کنم خدمت، اعلام کرد ما تعامل راهبردی با کردهای سوریه داریم تا زمانی که دایرش رو شکست بدیم، هیچ زمانی ما تعامل دراز مدت با ترکا با کردها نداشتیم و نخواهیم داشت. اینجا سوال باید از کردها و مقامات روژاوا مطرح بشه، با تفکر چپ، با پرچم شورای رهبری قندیل در کردستان سوریه که اساس تفکر چپ هست، شما چطوری آمدید با، نه اینکه خب این سوال از آمریکا که مشخص آمریکا اعلام میکنه ما بر اساس منافع خودمون وارد سوریه شدیم و با هر جریانی هم که خودشون تشخیص بدن بر اساس منافعشون در جهت منافعشونه همکاری میکنن، ولی کردها این پاسخ رو باید بدن. الان کردها نمیتونن طلبکار باشن از جریانی، از جایی بگن اینها به ما خیانت کردن. اما به سوالتون در مورد با ایران برگردم، ایران باید چند نکته رو مشخص بکنه. اینکه چون دیروز تو خبرها بعضی از رسانه‌های مخالفان سوری خبرهایی رو منتشر کردن از اینکه از حومه هم خودروهای نظامی ایران و متحدانش به سمت دیر روزور در حرکت هستند تا خلأ احتمالی نیروهای کرد و آمریکایی رو جبران بکنن، تا به سرعت جلوگیری بکنن از تشکیل هسته‌های خفته داعش و حرکتشون و اینکه بتونن مناطقی رو تصرف بکنن. اما این هزینه‌های خیلی زیادی هم برای ایران خواهد داشت. ایران باید در نشست‌های آینده‌اش با ترکیه و روسیه این موضوع رو مشخص بکنه، چون شما نگاه بکنید به صورت مشخص در منطقه حجین کردها حدود 3 ماه جنگیدن، الان تو حدود 3 ماه فقط 35% منطقه حجین رو گرفتن و با حمایت پشتیبانی هوایی آمریکا. و خب این باید مشخص بشه. ایران اینطور نیست که به صورت کلی میگن این باعث شادی ایرانه، البته اینطور نیست. مبارزه با داعش در سوریه خیلی سخت خواهد بود و با خروج نیروهای آمریکا متاسفانه همونطور که عرض کردم با عقب نشینی نیروهای کرد هرج و مرج بیشتر شاهد هرج و مرج بیشتری خواهد این بود و ایران هزینه های زیادتری رو در مبارزه با تروریسم در سوریه خواهد پرداخت. ممنونم احسان سلطانی پژوهش، بفرمایید. خیلی کوتاه به نتیجه میرسیم که کار آمریکا کار غلطی هستش در اونجا، یعنی در واقع هرج و مرج افزایش پیدا میکنه. خیلی ممنونم، بهتر بود. خیلی ممنونم ازتون. احسان سلطانی پژوهشگر مطالعات خاورمیانه در دانشگاه ونیز و همینطور مهدی جلالی تهرانی کارشناس امنیت بین‌الملل. ممنونم از هر دو شما آقای. ادامه برنامه، واکنش ها به رد بودجه نصب فیلتر در اتوبوس های آلاینده تهران و نگاهی به اتفاقات محیط زیستی در سالی که حال زمین بدتر شد. و اما دقایقی پیش خبر رسید که محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت ایران درگذشت. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، آقای هاشمی شاهرودی ساعت 22:30 دقیقه دوشنبه در سن 70 سالگی در بیمارستان خاتم الانبیا از دنیا رفت. آقای هاشمی شاهرودی متولد 1327 در شهر نجف بود. از سال 73 در دوره‌های مختلف عضو شورای نگهبان بود، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود بین سالهای 78 تا 88 و نماینده مجلس خبرگان رهبری در دوره‌های سوم، چهارم و پنجم بود. از صبح امروز اخبار زد و نقیزی درباره درگذشت آقای هاشمی شاهرودی منتشر می‌شد. او یک سالی بود که بیمار بود و ماها بود که در جلسات مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان شرکت نمی کرد. همکارم حسین باستانی در استودیو با من. حسین، عملاً از زمان انتصاب آقای هاشمی شاهرودی چقدر در مجمع تشخیص مصلحت که نهاد مهمیه در ساختار حکومت ایران درگیر بود؟ از زمانی که آقای هاشمی شاهرودی منصوب شد به این سمت، مهمترین چیزی که در ارتباط با او خبرساز شد در مجمع تشخیص وضعیت جسمانیش بود. عملاً نقشی در اون مجمع نداشت. فراموش نکنیم که
در اردیبهشت 96 بود که عکس‌های آقای هاشمی شاهرودی که در بیمارستان بستری شده بود و آیت الله خامنه ای از او عیادت می‌کرد خبرساز شد. 3 ماه بعد از اون انتشار اون عکس‌ها بود که آقای خامنه ای او رو منصوب کرد به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، یعنی مرداد 96. و 5 ماه بعدش دوباره ایشون خبرساز شد، به این خاطر که به صورت غیر رسمی اولین خبر منتشر شد در رسانه‌ها که حالش بد شده و انتقال پیدا کرده به آلمان برای معالجه. خب منابع مجمع تشخیص اینکه حالش بده رو تکذیب کردن، اینکه رفته باشه آلمان رو هم تکذیب کردن، تا بعد عکساش در یک مرکز درمانی منتشر شد و خب معلوم شد که اونجا بستری بوده. باز هم وقتی ایشون برگشت توضیحات رسمی اینجاها میرفت که مثلا قده‌ای بوده حالا در روده بزرگ در کلیه و امثال اینها، در حالی که خب در همون زمان منابعی در آلمان، یعنی روزنامه‌هایی در آلمان اینطور نوشته بودند که مسئله تومور مغزی بوده، حالا اون چیزی که در اون زمان عنوان شد. و با همین وضعیت ادامه پیدا کرد تا دیگه در تیر ماه خب عکسایشون در خود جلسات مجمع تشخیص هم خبرساز شد. یعنی در 2 تیر عکسی منتشر شد از آقای هاشمی شاهرودی که به شدت وضعیت بیماری رو به تصویر میکشید. خب این خیلی خبرساز شد که اساساً ایشون متوجه یعنی ایشون در شرایطی هستش که بتونه یک همچین شورای عالی حکومتی رو ریاست بکنه، یعنی که متوجه باشه که چی داره میگذره. انگار که کسانی خواسته بودن وضعیت رو بهتر بکنن. در جلسه 2 هفته بعد مجمع تشخیص، چون اگر جلسات منظم تشکیل بشه 2 هفته یک بار هست، خب عکس دیگری از آقای هاشمی شاهرودی منتشر شد که انگار تزریق‌هایی به او صورت گرفته بود، به شدت باد کرده بود و از وضعیتی که همه میشناختن به عنوان ظاهرشون کاملا خارج شده بود، در حدی که حتی ایده‌ای شک کردن که آیا خودش هست یا نیست. خب اون دیگه آخرین حضور او در مجمع تشخیص بود، بعد از اون دیگه غایب بود. خب اولین باز جلسه بعدی که 30 تیر بود وقتی که ایشون غیبت کرد خبر درگذشتش منتشر شد. طبق معمول مجمع تشخیص واکنششون داد، تکذیب کرد که اساساً حالش بد باشه، ولی خب در همین حال خبرهای دیگری هم منتشر شد مبنی بر اینکه در شورای نگهبان هم غایب بوده، حتی جلسات درسش هم چون بالاخره تدریس حوزوی هم می‌کرد اونها در اون هم غایب بوده. و نهایتاً رسید به 10 روز پیش که آقای محسن رضایی رئیس دبیر مجمع تشخیص دوباره یه سری دیگه تکذیب کرد، گفت نه حالش خوبه، فقط پزشکان گفتن حرف نباید بزنه و امثال اینها، تا بالاخره خبرهای امروز اتفاق افتاد. خبر درگذشته ایشون رو خبرگزاری‌ها منتشر کردن صبح، ولی باز دوباره ساعت‌های بعد این خبر اصلاح شد، انگار که کسانی در داخل بدنه اطلاع رسانی رسمی حکومت الان دارن میگن خب حالا باید ببینیم که نظام تشخیص میده که ما بگیم که ایشون برده یا نگیم ایشون برده. بالاخره حالا در دقایق پیش تا اینجا به این جنبندی به دست اومد، ظاهرا که بالاخره این خبر به همین صورت اعلام بشه. با توجه به اینکه در 1 سال گذشته انقدر بیمار بود، چه اصراری بود بر ماندنش در ریاست مجمع تشخیص؟ چرا جانشین برش تعیین نمیشد؟ ببینید عملا حلقه معتمدان آیت الله خامنه ای که بتونن در این شوراهای عالی حکومتی حضور داشته باشن انقدر تنگ شده و کوچیک شده که به نظر میاد که چند نفر آدم هستن که اینها رو باید همزمان در چند شورای عالی حکومتی اینها رو گذاشت، چون انتخاب های دیگر انگار وجود نداره. افراد مختلفی حذف شدن از حلقه به اصطلاح معتمدان رهبری که اینا هر کدوم حالا به دلایلی عنوان شده دیگه، یعنی کسانی عنوان شده که اینا اهل فتنن، کسایی عنوان شده که اینها مثلا خواص بی بصیرتن، کسانی به این صورت عنوان شده که اینها منتسب به جریان انحرافی هستن. و عملا چیزهایی که باید مسئولان ارشدی که مورد اعتماد رهبری هستن در این حلقه های در این شوراهای عالی حکومتی، کسانی که میتونن اونجاها باشن، عملا تعدادشون انقدر محدود شده و اون کسایی که نمیتونن باشن انقدر تعدادشون زیاد شده که انگار دیگه برای تصدی یک همچین پستایی مهمترین چیز اینه که اون مسئولین چی نیستن. یعنی باید این رو نباشن، این رو نباشن، این رو نباشن، در این حال که البته خب باید یک سابقه هم در یه حدی داشته باشن در حکومت که بقیه کسانی که اونها رو نیستن، یعنی این ویژگی هایی که نباید باشن رو در واقع برآورده میکنن، بالاخره یک به نوعی شیخوخیت اونها رو هم قبول بکنن. عملا انگار از نقطه به بعد اون چیزهایی که نیستن اهمیت داره و نه اون چیزهایی که هستن، و اگر که یک چیزهایی رو نباشن انقدر این مسئله مهم میشه که عملا اگر که انگار خودشون هم نباشن دیگه خیلی فرقی نمیکنه. همونطور که آقای هاشمی شاهرودی در واقع در 1 سال اخیر عملا نبود، ولی همین که اوی انگار که یک سری ویژگی هایی که اون ویژگی ها باعث حذف افراد از یک مناصب میشن رو نداشت، همین کفایت میکرد تا
فارغ از اینکه در جلسات شرکت بکنه یا نکنه و فارغ از اینکه اساسا در جریان بحث‌های مجمع باشه یا نباشه. متشکرم. حسین باستانی، همطوری که شنیدید محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دقایقی پیش درگذشت. گزارش درباره زندگی او تهیه کردیم که با هم ببینیم. محمود هاشمی شاهرودی ماها بود که در انظار عمومی حضور چندانی نداشت. کسی اما نمیتواند منکر تأثیر پررنگ او در سپهر سیاسی ایران شود. در سال 1327 در شهر نجف عراق به دنیا آمد. پدرش علی حسینی شاهرودی از استادان حوزه علمیه نجف بود و مادرش فرزند یکی از علمای دینی از اهالی روستایی در خراسان. با پایان تحصیلات ابتدایی به مطالعات حوزوی روی آورد. آیت الله محمد باقر صدر و آیت الله روح الله خمینی از جمله استادان او در حوزه نجف بودند. شاید رابطه استاد شاگردی او با آیت الله خمینی بود که آینده سیاسی طلبه جوان را در بالاترین رده های حکومتی ایران رقم زد. در جریان انقلاب به ایران رفت و با موافقت آیت الله خمینی مسئول ارتباط نیروهای انقلابی خارج از ایران و حوزه علمیه نجف با آیت الله خمینی شد. در همین دوره ها بود که در راه انداختن مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق نقشی حیاتی بازی کرد. این گروه در دوره جنگ ایران و عراق به ایران کمک می کرد، اما بعد از سقوط حکومت صدام حسین یکی از بازیگران اصلی صحنه سیاسی عراق شد. او چند سال عضو شورای نگهبان بود تا اینکه در سال 1378 با حکم آیت الله خامنه ای رهبر ایران بر صندلی ریاست قوه قضاییه تکیه زد. خودش در زمان انتصاب گفت که ویرانه ای را تحویل گرفته. پیش از او محمد یزدی 10 سال بر صندلی ریاست عالی ترین رکن قضاییه ایران تکیه زده بود. اما در دوران او بود که چهره های جنجالی به رده های قضایی راه پیدا کردند. قاضی سعید مرتضوی یکی از آنها، کسی که حکم توقیف فلیه مطبوعات را صادر کرد. محاکمه گسترده معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 همزمان با روزهای پایانی حضور او در قوه قضاییه بود. در دوران ریاست آقای هاشمی شاهرودی صدها نفر با تایید او اعدام شدند. دو سال پیش مرگ علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام. مجمع یادآور امام. مجمع جزو فراورده های انقلاب. 10 ماه بعد از آن آیت الله خامنه ای آقای هاشمی شاهرودی را به ریاست مجمع منصوب کرد. هاشمی شاهرودی اما حضور پررنگی در مجمع تشخیص مصلحت نداشت. 4 ماه پیش از انتصاب یک بار در بیمارستان بستری شده بود. 5 ماه بعد از انتصاب باز راهی بیمارستان شد. این بار نه در تهران که در مؤسسه مغز و اعصاب هانوفر آلمان. با انتشار خبر بستری شدن او معترضان جلوی بیمارستان تجمع کردند. آنها خواستار بازداشت و محاکمه محمود هاشمی شاهرودی شدند. گفته شد به دنبال اعتراض‌ها او درمان را نیمه کار رها و به ایران برگشت. پرونده زندگی محمود هاشمی شاهرودی در حالی در 70 سالگی بسته شد که بسیاری از او به عنوان جانشین احتمالی رهبر ایران نام می بردند. در تهران پیشنهاد نصب فیلترهای دوده روی اتوبوس‌های شهری باعث اختلاف سازمان محیط زیست و شورای شهر شده. اعضای شورای شهر دیروز این طرح را ناکارآمد دانستند و با آن مخالفت کردند. تصمیمی که اعتراض سازمان محیط زیست را به همراه داشته. این سازمان میگوید که تصمیم شورای شهر غیر قانونی است چون به آلودگی هوای پایتخت اضافه می‌کند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. فیلتر دوده ایران روش نصب شده. هست. 4 سال پیش بود که یکی از امیدهای کم کردن آلودگی هوای تهران این دستگاه ها بودن. اگزوز در واقع اتوبوس از این قسمت از پشت وارد فیلتر میشه، دوده کاملا تمیز میشه و اینجا وارد هوای محیط. فیلتر دوده که قرار بود برای اتوبوس های فرسوده پایتخت نصب شود.
همان اتوبوس ها و مینیبوس های قدیمی دیزلی که گفته می شود عامل 30% آلودگی هوای تهران است. قرار بود حالا که نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری تهران میسر نیست، اقلا پولی برای نصب این فیلترهای دوده اختصاص یابد. شاخص آلایندگی هوای تهران برای چندمین روز متوالی در حالت ناسالم قرار دارد. از شورای جدید شهر تهران هم حرفهای جالبی درباره همتی تازه برای اعلان جنگ با آلودگی هوا شنیده می شد. بیایید تصمیم بگیریم موزل آلودگی هوا را در طی 4 سال مسئولیتمان حل کنیم. ساده لوح نیستم. اسمش را ساده لوحی بگذارید یا نه؟ در جلسه روز یکشنبه شورای شهر تهران بودجه نصب فیلترهای دوده با رأی منفی روبرو شد. فعلا اتوبوس‌های دیزلی و آلاینده مثل همیشه می‌توانند هوای پایتخت را به این روز بیاندازند. تمیز کردن انبار اگزوز طرف یورو 6. یکی از اعضای شورای شهر تهران گفته که این فیلترها کارایی ندارند و رانندگان اتوبوس دیزلی آنها را باز کردند. سازمان حفاظت از محیط زیست می‌گوید چنین حرفی درست نیست و از تصمیم شورای تهران ناراضی است. مسئولان محیط زیست میگویند که آیین نامه هوای پاک تهران 2 سال است نصب این فیلترها را الزامی کرده. طبعا هم شورای شهر تهران و هم سازمان حفاظت از محیط زیست بر کاهش آلودگی هوا اتفاق نظر دارند. هر صبح به خودمان یادآوری کنیم. اما سالهاست که چنین اتفاق نظرهایی فقط به سخنرانی های زیبا و امیدبخش ختم می شود. در حالی که هیولای سرفه و سرطان و مرگ زودرس کمر تهرانی ها را خم کرده. سیاوش اردلان، بی بی سی. به پایان 60 دقیقه می رسیم. اگر کریسمس رو جشن می گیرین، کریسمستون مبارک.